الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. این مصیبت بزرگ را به خانواده علمی جناب مولانا ابراهیم رحمت الله علیه که حوزه علمیه هست و در رأس حوزه حضرت شیخ التفسیر مولانا گرگیج هست و به جامعه مدرسین و علما و طلابی که از محضر ایشون کسب فیض می کردن و خانواده نسبی ایشون، فرزندانشون و برادران و عزیزانش تسلیت عرض می کنیم. این اتفاقات همه هشدار و اخطار هستند برای اون کسانی که زنده هستند. مرگ حق است و به عرف من و شما این شطوری هست که در خانه هر کس می خوابد. کل نفس ذائقة الموت، کل من علیها فان، کل شیء هالک الا وجهه. الله ذوالجلال هیچ کس را استثنا نکرده مگر ذات خودش را. همه فانی هستند و باقی ذات الله ذوالجلال هست. بهترین انسان ها که پیامبران بودند و سرآمد پیامبران و امام الانبیا و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم طعم مرگ را چشید. کل نفس ذائقة الموت انک میت و انهم میتون. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که ای محمد صلی الله علیه و سلم، شما هم دار فانی را خداحافظی خواهید کرد و همه مردم هم، همه این دنیا، همه جن ها، همه فرشتگان، این دنیایی که قابل مشاهده ما هست و اون دنیایی که در گذشته بوده، انسان های بسیار بزرگی در این دنیا بودند، همه یکی پس از دیگری رفتند. لیکن این اتفاقات یکی برای علما هشدار هست که علما مواظب باشند. این چند روزی که پروردگار عالم در اختیار اونها گذاشته، از این فرصت به نحو احسن استفاده بکنند و تا جایی که می توانند اون مسئولیتی را که الله ذوالجلال بر دوش اونها گذاشته شبانه روز به فکر اون باشند. چون مرگ میاد و مرگ یوم الحسرت هست. اونهایی که عمل نیک هم انجام دادند پشیمان میشند و اونها که زیاد عمل صالح انجام دادند اونها هم پشیمان میشند. اونهایی که سستی کردند و کمکاری کردند اونها هم پشیمان میشند. اونهایی که هیچ عملی انجام ندادند اونها هم پشیمان میشند. و این سرنوشت همه من و شما هست. همه ما به نوبت هستیم. لکل امت اجل اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این مرگ برای علما هم می آید، برای بزرگان هم می آید، برای دانشمندان هم هست، برای تحصیل کرده ها هست، برای کشاورزان هست، برای همه اقشار هست و همه ما به این روز دوچار میشیم. یک روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را خبر دادند که جنازه فلانی هست. به گریه افتاد، گفت امروز ای ابوبکر تو را اطلاع دادند که بیا در مراسم جنازه فلانی شرکت کن و جنازه بده و اون روز را هم بیاد بیار. یک روزی مردم را اطلاع میدن هی مردم بیایید
که امروز جنازه ابوبکر است. یک روزی فرا می رسد که مردم را خبر می کنند که جنازه من هست، جنازه دیگری هست. لیکن مرگ برای مؤمن تحفه هست، ارتحال هست، کوچ هست. ما با مرگ فنا نمی شیم، بلکه وارد یک دنیای بزرگتر می شیم. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. مرگ پلی هست بین ما و بین پروردگار ما. مرگ که آمد، مؤمن و متدین و اون کسی که عمل صالح انجام داده و اون کسی که الله را راضی کرده، اون کسی که به دین الله خدمت کرده به الله میرسد. اما برای مردم هم هشدار هست که مردم، شما هم قدر علما را بدانید. تا زمانی که زنده هستند قدر اونها را بدانید، تا زمانی که زنده هستند از محضر اونها کسب فیض بکنید، تا زمانی که در قید حیات هستند به حرف اونها گوش بدید، تا زمانی که در جامعه شما هستند اونها را خدمت بکنید که عمر شما و عمر همه کم هست. این دنیا فانی هست و این دنیا برای اهل دنیا میماند، لیکن من و شما اهل آخرت هستیم. والآخرت خیر لک من الاولا. آخرت برای علما بهتر از دنیای اونهاست. دنیا سختی هست، دنیا مشقت هست، دنیا مصیبت هست. اون کسی که میمیرد از همه این مصیبت ها نجات میکند و به دارالقرار میرود، به دارالامنیت میرود، جایی میرود که هیچ چیزی و هیچ کسی تهدیدش نمیتونه بکنه و امنیتش را نمیتونه به هم بزنه. اما به شرطها و شروطها. اون شرطش این است که در این چند روزی که پروردگار عالم به ما فرصت داده خداوند متعال را راضی بکنیم. مرگ اخطار هست برای من و شما. این مرگ هشدار هست برای من و شما که از امروز نمازهای خودمون را چک کنیم. اگر کوتاهی کردیم از امروز کوتاهی ها را جبران کنیم. اگر نقص در عملی داشتیم اون نقص ها را جبران کنیم. اگر قرآن یاد نداریم قرآن یاد میگیریم. اگر در محضر علما شرکت نکردیم از این لحظه شرکت بکنیم. اگر نسبت به خدمت دین و خدمت علما و خدمت مدارس دینی تا به حال کوتاهی کردیم، الان آستین ها را بالا بزنیم که فرصت ما کمه و هیچ کس تاریخ مرگش را نمیداند. ناگه اجل رسد و گوید سوارش. مولوی ابراهیم هم وقت مرگش را نمیدانست و محل مرگ را هم نمیدانست. و ما تدری نفسون مادا تکسب و غدا و ما تدری نفسون به ای ارض تموت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود جایی که اجل انسان هست، انسان دوان دوان و با سرعت به سوی اجل خود خواهد رفت. اگرچه من و شما و انسان ها در طبیعت ما این است که از مرگ می ترسیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مرگ یک چیزیه که همه ما از او فراری هستیم و دوست نداریم. و وقتی که مرگ میشه در بلوچی میگن دور شه آبادیه، دور از این مجلس، دور از این شهریه که مرد. اما چه دور بگیم چه نزدیک بگیم، وقتی که مرگ بیاد ما به محل مرگ خودمون با پای خودمون، با عشقمون، با علاقه و با سرعت به سوی اون خواهیم رفت. لیکن خوشا به حال کسی که با عمل صالح مرگش را استقبال میکند. من بیش از این مصدی اوقات شما نمیشم. تسلیت میگم به محضر همه شما، به حضرت شیخ التفسیر، به علما، به جامعه دینی و به خانواده ایشون. امیدواریم الله ذوالجلال بر ایشون لطف بکند و بر ایشون رحم بکند و ایشون را در کنار رحمتهای خودش بنوازاند و روحش را با ارواح صالحان و نیکان قرار بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.